تو میریزه. خب حس خفاشت سوی مغرب دوان، حس دورپاشت سوی مشرق روان. پس یه مشرق و یه مغرب داریم. مشرق یعنی به طرف خورشید، مغرب یعنی پشت به خورشید. و میگه که ما دو سری حس داریم، یه سری حسایی ما داریم مثل خفاش میمونه و از نور فراری است. اینا رو میگه حس خفاش هم. به سمت مغرب میره همیشه، ولی یک حس دورپاش، دور میشه جواهر مثلا، دورپاش یعنی دائم ازش جواهر میریزه بیرون، چیزهایی با ارزش میاد بیرون. و ما این دو حس رو داریم، یک حسی داریم که به خفاش تشبیه میکنه و از نور گریزانه، و یک حس دورپاش داریم که دائم میتونه گوهر بریزه به ما و اون سوی مشرق میره، که حالا توضیح میده اینها رو. این حس خفاش همین حسی هست که ما جسمی داریم، منتها به همین راحتی هم نیست این قضایا که من بگم که تمام حواس ظاهری من هیچ به درد نمیخوره. من غیر از اون ابزاری ندارم، منتها این ابزار رو من چون درست استفاده نمی کنم به این روز افتاده. در اصل حس خفاش میتونه حس دورپاش هم بشه، به شرطی که اون چیزهایی رو که حس میکنه حواسمون باشه کجا میرن. اینا پنج حس ظاهری ما داریم که از محیط اطراف ما اطلاعات جمع میکنه دائم. این اطلاعات وارد این سیستم ما میشه. اونجا چه اتفاقی میفته؟ اینا فقط یه مش اطلاعات خامه. وقتی وارد میشه، ولی کجا معنی پیدا میکنه؟ در درون ما. پس اگر درونمون رو ما تغییر بدیم، چه بسا که این حواس ظاهری ما هم شروع کنن به درست کار کردن. چشم من درست ببینه دیگه، گوشم درست بشنوه. اینه که در این بیت